دعای رومینا جان آمین میگیم و ایمان دارم و میدونم که شادی بزرگی در قلب تک تک ماست عزیزان، که امروز هم ما تونستیم با قوت و یاری روح خدا برای پنجمین بار این افتخار رو داشته باشه کلیسای محلی ما که جشن تقدیس زوجها رو برگزار کنه. این جشن خیلی با شکوه عزیزان، خیلی مهمه، خیلی درخور توجهه، به خاطر اینکه عشق و یگانگی و وحدتی که در ذات اقدس الهیه به وسیله این تقدیس زوجها، به وسیله این جشن مورد تجلیل و بزرگداشت و تمجید و ستایش قرار میگیره. آمین. و شادمانی بیشتری که ما داریم اینکه این جشن عالی همراه با آیین مقدس عشای ربانی به طور خاص برای زوجهای عزیزمون برگزار میشه. و چقدر زیباست عزیزان، هرچی که در مفاهیم الهیاتی به این دو آیین نگاه میکنم میبینم که اصلا انقدر تنیده شده در همه که نمیتونیم از هم جدا کنیم. راز عهد ازدواج، راز یکی شدن دو انسان، راز عشای ربانی، سر یکی شدن داماد آسمانی با کلیساش. چقدر زیباست عزیزان، چقدر مفهوم عالی داره. ولی قبل از اینکه میخوایم به پیام خاص امروز برسیم، به سمتون برسونیم اینکه کوتاه راجع به اصلا فلسفه تقدیس زوجها، چرا کلیسای محلی ما این کار رو شروع کرده و با قوت خدا و با یاری خدا ادامه خواهیم داد. از دیدگاه مسیحیت فقط میخوام بهتون بگم ازدواج مقدسه. در عبرانیان باب 13 آیه 5-4 میگه پیوند زن و شویی به هر شکلی که باشه مقدس و محترمه، نکاح به هر وجه محترمه. میخواد این ازدواج، این نکاح در اسلام باشه، در هندو باشه، بی خدا باشن، چون ازدواج در حضور خدا بسته میشه، این دو نفر به هم پیوند داده میشن، در هر شکلی که باشه مقدسه. ما امروز ادعا نمی کنیم که ازدواج شما صحیح نبوده، الان ما میخواییم درستش کنیم، تصحیحش کنیم، هرگز ما یه همچی ادعایی نداریم، بلکه فقط چون دید انسانی نسبت به ازدواج دوچار نقصه، دوچار کمبوده، مخصوصا در اسلام میتونم بگم به اون صورت تقدسی رو برای ازدواج قائل نیستن، به خاطر همین ازدواج تمام عمر زوجها رو در بر نمیگیره، تعدد زوجات وجود داره و همینطور شرط و شروط های انسانی در اسلام، شیربها، نمیدونم مهریه، پیشقباله، پسقباله و هزار تا شرط و شروط، جشنهای آنچنانی که بیچاره مخصوصا دامات ها بعضا کمرشون خم میشه. برای همین ما ایمان داریم که تقدیس این عزیزان، ازدواجی که کردن با دعا و کلام خدا و حضور خدایی که خودش تقدیس میکنه، در لاویان باب 20 یهوه خدا خودشو خدای تقدیس کننده معرفی کرده، یهوه کادوش مکادیش، خدایی که میگه من یهوه هستم، من خدایی هستم که تقدیس میکنم. یعنی از هر چیزی که انسانیه، ماهیت انسانی داره و تقدس نداره، این عزیزان و عهدشون رو جدا میکنه و این ازدواج وقف و تسلیم خداوند میشه. هر کدوم از زوجین، برای این خیلی مهمه که ما تأکید داریم ازدواج این عزیزان در تقدس خاصیه، چون که قبل از اینکه با هم عهد ببندن این عهد رو با خداوند بستن. آمین. این عهد خداوند روی زندگی اوناست، برای همین بعد از اینکه اینا با هم ازدواج میکنن، در عهد خداوندی قرار میگیرن، دیگه مسئول از سنت، فرهنگ و مصلحت‌های انسانیه و ما امید داریم که با دعا و حضور خداوند ازدواج‌های عزیزان دور از هر شرایط انسانی و به طور معصومانه برگزار خواهد شد. آمین. باشه که
پیام هایی که امروز عزیزان میشنویم برکت خاصی داشته باشه برای کسایی که قبل از این ازدواج کردن، در عهد ازدواج قرار گرفتن، برای کسایی که در شرف ازدواج هستن، همینطور برای کسایی که میخوان مفهوم عمیق‌تری از عهد ازدواج در مسیحیت داشته باشن، و همینطور عزیزان کسایی که میترسن وارد عهد بشن، وارد یک ازدواج بشن، ترسای خاص خودشونو دارن، و برعکس کسانی هستن که خیلی به طور خاص هالیوودی به ازدواج نگاه میکنن، خیلی عاشقانه، رومانتیک، این داستان شاه پریان، با یک نگاه عاشق هم شدن، بعد با خوبی و خوشی به پایان رسیدیم، وسط رو اصلا کلن ندیده میگیرن. امید ما اینه که پیام های امروز از آن ایمان، امید و محبت رو در دل مجرد های عزیزمون و در دل زوجین در نام عیسی مسیح برافرازه. آمین. ما سعی میکنیم در این وقت کوتاه، آمین، که خداوند به تک تکتون صبر و تحمل و اشتیاق بده برای شنیدن، بتونیم از سه اینک، از سه زاویه این عهد ازدواج رو مورد بررسی قرار بدیم. من پاستور کلیسا خواهش میکنم به جلو بیان، راجع به ازدواج که یک نبوت، ازدواج که یک عهد، با شما صحبت. سو منم خوش اومد میگم به برادر خواهرای عزیز، به مهمونای عزیز در این مکان و همینطور هم در خونه خودشون، و همینطور هم عزیزان خیلی خوشحال هستم که بعد از مدتی تونستیم دوباره یک عهد زوجها اینجا در کلیسا جشن بگیریم، و خوشحال هستم که اینو قبول کردیم و میخواییم همینطور دست خدا، دست عیسی مسیح روی شما بیاد. من واقعا خدا رو شکر میکنم، روز به روز میتونم از خداوند تشکر کنم، خدای کتاب مقدس که خدای عهد هاست. چه افتخاری بزرگی هست که نمیدونم فکر کردین خیلی دین ها مذهبایی وجود دارن، کدوم مذهب یا کدوم دینه که خداش میاد و با ما عهدی میبنده، دستشو دراز میکنه و میگه من میخوام با توی عهدی ببندم. معمولا ما این تصور رو داریم خدایی هست که فقط ما از ما انتظار داره و از بالا نگاه میکنه و قانونایی میفرسته که ما باید این قانونا رو انجام بدیم که آخر رضامندی خدا رو به دست بیاریم یا قبول بشیم یا بریم حیات جاودانی رو داشته باشیم. به این خاطر میخوایم قسمت های کوچیک خیلی سعی میکنم کوتاه کنم. خیلی در مورد عهد اینجا صحبت کرده شده و مخصوصا نسرین در این قسمت خیلی زیاد اینجا موعظه کرده. عهد یعنی بدون عهد هیچ رابطه پایداری وجود نداره، و یک اصول الهی هست، یک پرینسیپی هست که خداوند اونجا گذاشته و یک سر یا یک رازی هست. میخوایم اول این قسمت رو نگاه کنیم، مخصوصا امروز هم که جمع شدیم که عقد زوجها یعنی برکت برای شما، یعنی شما رو برکت بدیم و زیر دستای خداوند بسپاریم. این بیشتر در کتاب افسوسیان باب 5 اینجا اشاره شده. اینجا میگه که ای شوهران زنای خود را محبت نمایید، نه اینطوری که دنیا میگه، نه اینطوری که در جامعه ما یاد گرفتیم. میگه که چنان که مسیح هم کلیسا رو محبت نمود و خیشتن رو برای آن داد. میگه که با این محبت باید همینطور همسرای خودمون رو، زنای خودمون رو محبت کنیم. و بعد از این اینجا در آیه 32 میگه این سر عظیم هست، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم. پس یک سری است، مثل اینکه زمانی که شوهر، زن و شوهر با هم یه عهدی می‌بندن، پشتش یک رازی هست که به هر حال خداست که اینجا این برقرار داده. یه ازدواج یک قرارداد اجتماعی انسانی نیست که معمولا ما اینطوری هم به هر حال ازدواج کردیم زمانی که با عیسی مسیح آشنایی نداشتیم. فقط ازدواج از ابتدا یک اصل الهی و مفهوم پیام کتاب مقدسی است.
از قلب خدا، از فکر خدا این به وجود آورده. و امروز هم میخوام یه قسمتی از این زاویه‌های مختلف نگاه کنیم. الان میخوام کوتاه در مورد این اصول یک عهد و پیمان صحبت کنیم، یعنی چیست. و اینجا در مزمور 50 آیه 4 تا 5 یا بیشتر 5 رو الان فقط قسمت ها رو میخونیم. اینجا میگه که خدا میگه که قبل از اینکه با قوم خودش رو عهد بسته بود، و اینجا میگه که مقدسان من رو نزد من جمع کنین که عهد را به من به قربانی بستن. اینجا خداست که میگه که الان این قوم من که با من یک من با ایشان این عهد رو بستم جمع کنین و که این عهد رو با من بستن. یعنی خدا یک عهدی میبنده با انسان، یعنی بیشتر با قوم خودش اسرائیل، و میگه که جمع کنین اینجا. و بعد از این خدا میخواست اونجا صحبت کنه. عهد بر اساس قربانی و عهد بر اینجا میگه که بر اساس قربانی بسته میشود. اینجا میگه که با قربانی با من این عهد رو بستن. پس یک اتفاقی اونجا افتاده. زمانی که در مورد قربانی صحبت میکنیم، در مورد چی؟ در مورد یک پیوند یا عهد. یک قربانی میخواد، یعنی احتیاج به یک قربانی داریم. و این قربانی هم، برای قربانی احتیاج به یه چاقو هم هست، خونریزی میشه. و همینطور هم یک کسی باید باشه که فدای زندگی خودش بشه، یعنی بمیره. پس اینجا نگاه میکنیم قربانی فقط این یک یا عهد یه چیزی نیست که الان فقط با همدیگه فقط یک وعده یا یک قولی میدیم، بلکه ربطی خیلی عمیق‌تره، ربطی به یک قربانی داره. و به زبان عبری قربانی ترجمه میشه، میگه بریدن. یعنی زمانی که یهودی‌ها میگفتن ما میخوایم عهد رو ببندیم، یعنی بیاین یک عهد رو ببریم با هم دیگه. یه چیزی باید بریده بشه، یه چیزی هست که باید مثل این که بمیره. و اینو در زندگی ابراهیم خیلی خوب میبینیم، چون زمانی که خدا ابراهیم رو خواند و گفته که من تو رو میخوام ببرم توی یک سرزمینی که پر از عسل، سرزمین موعود، شیر هست، و این سرزمین رو به تو خواهم داد. بعد از این ابراهیم گفته خب الان از کجا بدونم که تو میخوای اینو به من بدی؟ معمولا ما اینجا قول میدیم از میگیم پرال میخوام برای تو، به تو یه چیزی هدیه بدم یا تو رو یه جایی هدایت کنم. فقط اما از کجا بدونم که واقعا اینجا ابراهیم میگه که تو واقعا میخوای این سرزمین رو به من بدی، نه یه هدیه کوچیک از یه سرزمینی هست. و اینجاست که خداوند میگه که در پیدایش باب 15 از آیه 9 و 10 اگه نسیم بیاد اینو بخونه برای من، هر چقدر تمرین میکنم دوباره اشتباهی میکنم. ساله ماده 3 ساله و بوز ماده 3 ساله و قوچی 3 ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر. پس از این همه را بگرفت و آنها را از میان 2 پاره کرد و هر پاره ای را مقابل جفتش گذاشت، لکن مرغان را پاره نکرد. خیلی جالبه که زمانی که اولین بار اینو خوندم گفتم چرا ربطی به عهد داره. میگه که گوسفند رو و همینطور هم بره رو بیار اونجا، پاره کن اونجا، یک دست چپ دست راست اونجا بریز. و بعد از اینم اونجا ادامه میده که آیه 17 و 18 و میگه که در میان آن الان تو باید عبور کنی. و قبل از این اینجا در این قسمتی که چیز ابراهیم این کار رو کرده، ورداشته، همه چی رو اینجا گذاشته، بعد از این خدا او رو به یک خواب عمیقی میگذاره. و بعد از این در آیه 17 و 18 میبینیم و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد، تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان آن پاره ها گذر نمود. در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم، یعنی نهر فرات، به نسل تو بخشیدم. این یک قانونی بود که خدا گذاشت، یک انسانی نبود.
بلکه خدا این قانون رو گذاشت گفته این کار رو انجام بده و ابراهیم هم انجام داد. پس معنیش الان این چیه؟ زمانی که ابراهیم از این وسط این چیز قربانی ها رد شد، چه معنی داره؟ زمانی که ابراهیم اونجا رفت، یعنی معنیش اینه که این مرگ من بود، از این به بعد من برای خودم مردم، برای کسی که با او عهد بستم زندگی میکنم. این عهدی بود که خداوند بست با ابراهیم و به این خاطر گفته که این سرزمین رو الان به تو خواهم داد. و ابراهیم هم زمانی که این قدم رو برداشت، بعد از این میبینیم که بعد از آیه های دیگه میبینیم که خدا آمد و گفته که ابراهیم الان من پسر یگانه تو رو میخوام. و الان نگاه کنید که خدا با ابراهیم عهد بسته بود، یعنی همینطور که ابراهیم کن برای من خودم برای خودم زندگی نمی کنم بلکه برای تو زندگی میکنم، مثل یه خدا میگه که پس الان میتونی روی من حساب کنی، چون از اونجا عبور کردی یا این عهد رو با تو بستم، مثل این که هم هر کاری که تو کردی منم برای تو خواهم کرد. در یک عهد هر یکی دو نفر هستن که این عهد رو میبندن، در یک عهد هر یکی میتواند ادعا کند که متحمل به دیگری است. و خدا زمانی که گفته که ابراهیم الان پسر یگانه خودتو به من بده، ابراهیم چون عهد بسته بود با خدا گفته بله باشه من این کار را خواهم کرد، اطاعت کرد و رفت. و چون این دید رو داشت، این ایمان رو داشت که خدا با او این عهدی بسته، پس هر چیزی که من بدم پس خدا هم به قسمت خودش باید بده. آخرین لحظه که ابراهیم که میخواست پسرشو قربانی کنه، خود گفته استاپ، چون دیدم که تو از من میترسی و عهد منو نگه میداری، تو احتیاج نیست پسرت رو قربانی کنی، من پسر خودم رو قربانی خواهم کرد. یه عهدی است که با خون بسته شده و خدا اونجا دیگه این مأموریت رو گرفته، یا مأموریت میشه گفت که من پس باید، نه به خاطر باید که باید این کار رو انجام بده، چون خدای ما عهدی هست و با این عهد میخواد نشون بده روی من میتونی حساب کنی، در تمام زندگی تو میتونی حساب کنی، اگه خودت رو سپردی به من مطمئن باش هر چیزی که من هست به تو خواهم داد. همین بود که عیسی خدا یگان پسرش رو عیسی مسیح رو فرستاد و او دیگه قربانی اصلی برای ما شد. و با این قربانی که عیسی مسیح کرد، یک عهد فیض با ما بست. عیسی قربانی کرد خودش رو، گفته من خودم رو به شما میدم، من مال شما هستم و هر کسی که او رو میپذیره و هر کسی عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول میکنه و عهد رو میبنده، اینجاست که دیگه با او یک میشه، با خدا یک میشه. الان چه ربطی داره به ازدواج که امروز اینجا جمع شدیم؟ تو کتاب غلاطیان باب 2 آیه 19 و 20، 19 تا 20 اینجا میگه که زن رو که من به واسطه شریعت نسبت به شریعت مردم تا نسبت به خدا زیست کنم. ما با مسیح مصلوب شدم، ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگی در الحال در جسم میکنم، به ایمان به پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. این یک تعهد مشترک هست، یعنی الان زمانی که ما ازدواج میکنیم اول همینطور که نسیم داد، اول با اون خدایی هست که عهد رو میبندیم.
ما برای مسیح زندگی میکنیم، او که خودش رو زندگی خودش رو برای من فدا کرد، منم اونجا زمانی که این عهد رو میبندم، منم همینطور زندگی خودم به او میبخشم و میگم که نه من از این زندگی میکنم، بلکه مسیح در من زندگی میکنه. یه عهدی هست که با او میبندم و این عهدم ربط داره، همینطور که نسرین گفت، زمانی که شما عهدی با هم میبندین، اول باید عهد رو با عیسی مسیح ببندین، برای او زندگی کنین و او که همه چی رو برای شما فدا کرد و هر چیزی که هست، این پیاله‌ای که هست، این عهدی هست که خداوند بسته، این عهد میگه عهد فیضه، عهد سلامتی است. فیض یعنی خداوند هر چیزی که خودش در خودش داره با تو شریک میکنه، از تو او میتونی هر چیزی که احتیاج داری بتونی ببخشی، بتونی به دست بیاری و همینطورم استفاده کنین. زمانی که خدا اینجا میگه که ای شوهران همسر خودت رو دوست داشته باشین مثل عیسی مسیح، یعنی واقعا بزرگترین میتونم مأموریت رو به ما شوهران، به ما مردا داده. من باید با محبت مسیح باید همسرم رو دوست داشته باشم. یه کسی یه چیزی هست که غیر ممکنه، فقط چون خدا گفته که شوهران همسر خودت رو همینطور با مسیح، همینطور که هست، مسیح شما رو دوست داره، کلیسا رو دوست داره، دوست داشته باشین. اگه خدا میگه، پس خودشان این تمام امکاناتش و قدرتش و محبتش و فیض رو تو خواهد داد که بتونی محبت کنین، روی زندگی شما بسته نشده. و زمانی که ما زندگی میکنیم، زمانی که این عهد رو با هم میبندین، به هر حال اینجا دیگه نه دیگه من مال من، تو زن من هستی یا تو شوهر من هستی، بلکه معمولا در مسیحیت اینطوریه که همینطور که عیسی آمد کلام خدا میگه، خدا انقدر انسان رو دوست داشت، دنیا رو دوست داشت، که یگانه پسرش رو داد که به وسیله او ما حیات جاودانی رو به دست بیاریم. و زمانی که زن و شوهر اونجا عهد میبندن، با این میبندن که من تو رو اونقدر دوست دارم که خودم رو به تو میسپارم، من مال تو هستم. در زندگی مسیح معمولا این وعده رو یا این قول رو میدیم و ریشش محبت خداست. و ماهیت این نبوتی ازدواج، یا این میتونم بگم که یک اعلامی هست که ما با ازدواجمون، عهدی که با هم میبندیم، یک اعلامی هست که ما میکنیم. در پیدایش باب 2:24 زمانی که خدا آدم رو خلق کرد، آدمم تنها بود و میگه که من یک معاونی برای تو میسازم که بتونی اونجا با او یک بشی، و اینجاست که در باب 2:24 میگه که از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. این سر عظیم است، لیکن من در باره مسیح و کلیسا سخن میگویم. این همون آیه هست که قبل از این در افسوسیان باب 5 خوندیم. ترک میکنم و پیوست با همسرش، و اونجا میگه که دیگه دو تن نیستن بلکه یک تن هستن. و این سر عظیم است که در مورد مسیح و کلیسا سخن میگوید. ازدواج نشان دهنده افکار و اهداف و انگیزه خدا برای انسان هست. دوباره میگم، ازدواج نشان دهنده افکار و اهداف و انگیزه خدا برای انسان هست. با هر ازدواجی که در این دنیا انجام میشه، ما یک چیز رو اعلام میکنیم که خدا ما رو خوانده، خدا ما رو خلق کرده که با خلقت خودش یک بشه. زمانی که میگه که مرد پدر مادرش رو ترک میکنه با همسرش یک میشه، یک
یک تن میشن همین در مورد خداست و انسانه و این یک سری است، یک رازی هست که معمولا افرادی که در این دنیا ازدواج میکنن هیچ اطلاعی ندارن که چه پیغامی هست که نشون میدن. الان 4 تا زوج هستن که میخوان امروز الان تقدیس بکنن قبل از اینکه شما ازدواج کردین، با این ازدواج اعلام کردین هدف خدا، فکر خدا، آرزوی خدا اینو خلق هم اینو کرده که با انسان یک بشه. آدم رول خدا رو بازی میکنه و حوا رول انسان رو که خدا میخواد ما رو یک کنه. اینو توی باغ عدن دیدیم. بلان میگه که ای شوهران زنهای خودت رو محبت نمایی چنان که مسیح هم کلیسا رو محبت نمود و خیشتن رو برای آن داد تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد. همینطور که الان خدا عیسی مسیحه که دنبال کلیسای خودش رو که هر کاری که میکنه که کلیسای خودش رو طاهر کنه، مقدس نگه داره که آخر با او این عهد رو که بستن الان یک روز به اون اتحاد برسن و این آرزوی ماست یک روز با این داماد عظیم عزیزمون که سرودهای هم که خوندیم یک روز یک بشیم و این آرزوی خداست، هدف خداش. و لیکن به نزد خود حاضر سازد که لکه و چیز یا هیچ چیزی مثل آن نداشته باشد بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. عزیزان الان کش مهنجی هستیم و کسانی هم که ازدواج کردم میتونم بگم که نه آنچه در مورد ازدواج فکر میکنید بلکه آنچه را که از طریق ازدواج اعلام میکنید. ازدواج یه چیزی نیست که ما در موردش فکر میکنیم، چه چیزی هست که ما اعلام میکنیم. هر زن و شوهر که ازدواج میکنن اعلام میکنن فکر خدا رو. همزمانم آخرم که به هر حال به شوهران گفته که محبت کنین همسر خودتو محبت کنین، همینطورم در باب 5:24 هم نوشته که لیکن همچنان کلیسا مطیع مسیح هست، همچنان زنان نیز شوهرهای خود را در هر امری باشند. اینجاست که به هر حال شما یک خواهید شد، همینطور که ما از عیسی مسیح اطاعت میکنیم و هر چیزایی که هست ما دریافت میکنیم که به اون کاملیت برسیم، یا همینطور که عیسی مسیح که تمام کارها رو در زندگی ما در کلیسا انجام میده که یک روز وارد این عروسی بشیم و این هدف خداست برای ما. الان قسمت دیگه هست که الان نسرین صحبت خواهد کرد. خواهش میکنم الان بیای. سر حال هستین عزیزان؟ میخواین یه نفس عمیق بکشین، تمرکزتون بیشتر باشه برای بخش پایانی که پیش رو داریم. مطمئنن تا الان برکت بوده و بعد از اینم برکت خواهد بود. میخوام بگم ازدواج به عنوان یکی از عالی‌ترین آثار هنری خداونده عزیزان که اشتیاق داره، همونجوری که پاستور گفت، از طریق خلقت نیکوی خودش زن و مرد خودشو ابراز کنه، خودشو عیان کنه. همطور ازدواج یک تمثیل بسیار زیبا و شاعرانه است برای اینکه خدا نشون بده عمق محبتشو، عمق تعهدشو نسبت به من و تو. تو کتاب مقدس خیلی جاها راجع به این تعهد و محبت خدا در عهد نسبت به انسان اشاره کرده، کتاب هوشعیا، کتاب غزل غزلها، ولی قسمتی که من خودم عاشقشم تو حزقیال باب 16 آیه 8 میگه چون از کنار تو گذر کردم بر تو نگریستم، تو را از گناهت پاک کردم، عریانی تو را پوشاندم، با تو قسم خوردم، با تو عهد بستم و تو از آن من شدی.
از همه تو موقع تولد تازه اینو تجربه کردی نیست؟ چطور خداوند کنار ما عبور کرد؟ چطور ما رو از اون عریانی ما، از اون گناهای ما پاک کرد و ما رو محبت کرد و تو امروز وفاداری و امین بودن او رو تک تک ما چشیدیم. به خاطر عزیزان خیلی نمادگرایی های خیلی ژرف و عمیقه که این اتحاد زیبا بین زن و مرد دائما مورد آماج حملات دشمن قرار میگیره. این انگیزه های ناپاک به که تعهد و عهد زن و مرد حمله میکنن عزیزان، حکومت انسانی نیست، یک تشکیلات انسانی نیست، بلکه دشمن قدیمی بنی بشره که سعی داره اون وحدت الهی که بین زوجین برقرار شده دچار انحراف و سردرگمی کنه. اما خبر خوش اینه عزیزان، چون خدا خودش بانی، منشأ، سازنده و پدید آورنده عهده و نه فقط پدید آورنده، سازنده، منشأ و بانی عهده، بلکه نگاه دارنده و حافظ عهد است. آمین. عزیزان از تمام این چیزهایی که در دست دشمن قرار میگیره که زوجین رو روبروی هم قرار بده استفاده میکنه دشمن، که اتفاقا این زوج عزیز ما هر کسی که هست اگه در مشکل هستین، سختی هستین، مورد حملات قرار میگیم، به خصوص اگه در حیطه خدمت هستین، خداوند از این استفاده میکنه که این زن و شوهر رو، این زوج رو قوی تر و مس شده تر بیرون بیاره عزیزان، چون خدا پشتیبان عهده و از تمام این چالش ها خدا استفاده میکنه که این زوج شبیه عیسی مسیح بشن، از دل سختی ها قوی تر و مس شده تر بیرون بیان و با یه مکاشفه عظیم در قلب ها و ذهناشون که دشمن علیه اتحاد زن و شوهره، ولی خبر خوشتر اینه که عیسی مسیح خداوند طرف ماست، طرف عهده، برای همین عبور میده. هر ازدواجی رو که نگاه میکنیم مجموعه ای از شادی ها، پیروز ها، پیروزی ها، چالش ها و تنش ها رو در خودش داره. هر ازدواجی ترکیبی از رنگ های متفاوته، از بهاری، تابستونی، پاییزی تا زمستونی. هر ازدواجی از فصل‌های متفاوت عبور می‌کنه، فصل‌های باروری، فصل‌های بی‌حاصلی، فصل‌هایی که حس می‌کنی چقدر در اتحادی، چقدر شادی، چقدر داری به هم محبت می‌کنی، انگار هیچی بینتون نیست، ولی فصل‌هایی هست که انگار زمین اقلیمی هیچ چیزی نداره، تازه پر از علف هرزه، نیست؟ اگه یکم صادقانه باشیم هممون از این فصل رو عبور کردیم. یه موقع ها زمانهایی میشه بیشتر حسمون اینه که روی صندلی دندون پزشکی هستیم تا اینکه کنار ساحل داریم قدم میزنیم. و آنچه که خدا در پروسه ها و این پالایش هایی که در بین زن و مرد انجام میده عزیزان، باعث میشه که ریشه های ازدواج، اگه صبر داشته باشیم، اگه تحمل از خودگذشتگی داشته باشیم، باعث میشه که ریشه های ازدواج محکمتر در زمین موعود خداوند، در اون زمین وعده کاشته بشه، جون بگیره و ثمرات عالی بیاره. و همینطور تک تک ما رو عزیزان تبدیل به زنان و مردانی میکنه در نهایت که با دادن زندگی خودمون به همسرمون جا پای قدم های عیسی بذاریم. و تازه میفهمیم، برای خودم اینطور هست عزیزان، خیلی تجربه کردم که خیلی بیشتر احساس رضایت و خوشبختی میکنی تا زمانی که دنبال منیت و تمایلات خودت هستی، احقاق حق خودت هستی. امیدوارم بعضی از شما تجربه کرده باشیم و اگه نکرده باشیم مطمئن باش اگه زندگیتون رو سپردیم به خداوند تجربه خواهیم کرد. اگه میخوایم شبیه عیسی مسیح بشیم، میتونم بگم هیچ کاری مهمتر از ازدواج نمیتونی تصور کنی، چون ازدواج ما رو میبره، ما رو وامی داره که بخشای از وجود خودمون که نقطه کوره، نقطه های تاریکه، نمیدیدیم،
ما رو وامی داره در این رابطه اون بخشا رو به وضوح ببینیم که هرگز مدل دیگه امکانش نبود. البته اینم ایمان دارم همینطور که خداوند ما در عیسی مسیح خداوند ما عیسی مسیح در متی باب 19 آیه 11 میگه بعضی از افراد اصلا از شروع تولد گرایشی به ازدواج ندارن، خدا جور دیگه اونا رو پالایش میده. بعضی از افراد خسی هستن، یعنی خاجه هستن. بعضی از افراد هستن که به طور خاص خوانده شدن برای گسترش پادشاهی خدا، یعنی عطیه تجرد دارن. ولی خداوند میفرماید اگه شما ظرفیت دارین، اگه این استعداد دارین، اگه خواستار شناخت فیض بیشتر هستین که مستلزم صبر و از خودگذشتگی، هیچ کاری رو نمیتونین پیدا کنین به اندازه ازدواج که بتونین شبیه عیسی مسیح بشین. در پروسه‌ای که خدا ما رو در اون عهد ازدواج جلو میبره، ما رو به جایی میرسونه عزیزان که بتونیم با صراحت اعلام کنیم که تمام وجود من اول متعلق به خداونده، بعد متعلق به شریک عهدم. در نهایت من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق او بر من است. این در نهایت عزیزان یعنی وسعت یافتن، یعنی بزرگ شدن در روح، در معنویت، یعنی قامت روحانی تو شکیل شدن، بلند قامت شدن. من فکر نمی کنم ایمان دارم تنها و تنها در آسمانه، در اون نور حقیقت و راستی عیسی مسیح که ما تمامی آنچه که خدا در فکرشه برای ازدواج زن و شوهر، برای تقدیس زن و شویی امروز به خصوص، ما اون روز خواهیم دید و مطمئنم انگوش به دهن خواهیم موند، مطمئنم تعجب خواهیم کرد که چطور خدا از دوتا آدم ناکامل، کل شق، پر از منیت، چه شاهکار هنری عجیبی ساخته. عزیزان باور میکنی؟ تمام آن چیزی که تا حالا گفتم برای این بود که این تمثیل زیبا رو عزیزان که امروز به صورت نبوتی زوجین عزیزمون به تصویر میکشن برای شما تعریف کنم که ازدواج مثل شمع وحدته. سه شمع در جلو میبینین، درسته؟ این سه شمع همینطور که گفتم یک پیام نبوتی بسیار عالی رو به تصویر میکشه. دو تا شمع کناری کوچیک و لاغره، نیست؟ وقتی عروس و دوماد وارد شدن این دو تا شمع در دستشون بود که نماد خودمحوری، خودمرکزی، خود من، منم که تا حالا زندگی کردم، نورپردازی های خودم، خودمرکزی های خودم، فکرهای خودم، تصمیم های خودم، همه آن چیزی که انسان کهنه برای خودش فکر میکنه، پروار کردن امپراتوری انسان کهنه. سمبول این شمع های کوچیکه و این شمع بزرگ، این وسط شمع وحدت، سمبول نشان عهد من در ازدواجه. و دقایقی بعد خواهیم دید که عزیزان میان خودشون داوطلبانه این شمع‌ها رو بر می‌دارن و شمع بزرگ نشان عهدشونه روشن می‌کنن و اعلام می‌کنن با این که ما می‌خوایم این نشان عهدمون در زندگی ما باشه و خودشون در کمال خوشی و داوطلبانه شمع‌های کوچک رو با دست خودشون خاموش می‌کنن، یعنی دارن اعلام میکنن من خیلی راضی‌تر و خوشبخت‌تر و زندگی من خیلی نورانی‌تر و فروزان‌تر خواهد بود با نشان عهدم تا با شمعی که در دست خودم فقط تکروی میکنم. از اون یک بار عیسی مسیح در طول تاریخ خم شد، شمع‌های بی‌فروغ ما رو، شمع‌های بی‌نور ما رو، شمع‌های مرده و خاموش ما رو روشن کرد تا بعد از این ما برای خودمون زندگی نکنیم، بلکه برای خداوند و برای شریک عهدمون. و با این کار اعلام میکنیم که من برای خدا و برای شریک عهدم زندگی میکنم. و این شمع وحدت رو عزیزانمون با خودشون به خانه میبرن
که خدای نکرده هر موقع آماج حملات دشمن شد تا موقعی که مسیح بیاد این هست عزیزان. مخصوصا وارد یه هیته روحانی میشی این حملات خیلی شدیدتره. نشان عهدشون رو بلند کنن در زندگیشون و به یاد بیارن عیسی چی کار کرد تا این شمع‌های زندگیشون رو روشن کنه. آمین. الان میخوام دعوت کنم از عزیزان و همطور پاستور کلیسا بالا بیان با موزیکی. عزیزان میان این حرکت نبوتی رو به تصویر میکشن. آمین که اشتیاق، محبت و ایمان و امید در قلب‌های عزیزان به خصوص مجردها، کسایی که یک کمی از ازدواج فرار میکنن، شاید میدونن تو چه پالایشی قرار خواهند گرفت، ولی بدونن که فیض خدا و این نشان عهد خدا و پشتیبان ازدواج هاست، با جرأت بیشتری قدم بردارن برای عهد ازدواج. خوشحال هستین عزیزان؟ من میدونم به هر حال یه عمری با هم گذروندین و تجربه هایی داشتین، از شاید از آتش هایم عبور کردین و میخوام دوباره با آگاهی امروز بیاین که نه فقط یک چیزی هست که ما برش ما دعا میکنیم، عهدی میبندیم، بلکه واقعا انتظارم داشته باشین زمانی که مخصوصا که میایین این کاری نبوتی است که انجام میدین، که این واقعا ایده نسرین بود که خیلی با نبوتی چیز میکنه، کارا رو انجام میده و خیلی هم زحمت کشید که واقعا با آگاهی بدونین که چه کاری میکنین. فقط یه چیزی نیست که بگیم باشه اوکی الان همه چی آماده هست، الان بیایم یه کار انجام بدیم دست و برای ما دعا کنن، بلکه میخوام انتظار داشته باشیم این کاری که الان انجام میدیم خدا حضور خدا اینجاست و میبینه و چه کاری میکنین. و زمانی که این نسینم که تعریف کرد این شمع چی بود وسطش؟ شمع وحدت رو روشن میکنین و شمع خودتونم برای باید خاموش کنین، یعنی واقعا بدونین که با این عکس العمل، با این عملی که انجام میدیم اتفاقی میفته و خدا زمانی که با آگاهی این کار رو میکنیم مثل این که الان این شمع من الان خاموش شده، این چیزایی که نیازها و خواستها من خاموش شده. انتظار داشته باشین خدا به شما کمک خواهد کرد و بدونین که یک شمع دیگه روشن خواهد شد. یا و اینو میخوام واقعا با آگاهی نگاه کنین. همزمان هم میدونم شاید گذشته هم داشتین و فکرهایی هم هست، خاطراتهایی هم هست و میخوام اینو بدونین که حتی خدا میتونه و میخواد این خاطراتهای منفی هم که داشتین، چیزایی که باقی مونده، ریشه هایی که باقی مونده، این هم از کلن ورداره و یک شروع جدید در زندگی شما به وجود بیاد. اینا گفتم که با آگاهی این انجام بدیم، بعد از اینم برحال عشا هم خواهیم گرفت. سو الان دعوت میکنم الان خواهرمون اگه